4 حالت خطرناک هنگام خواب که باید به آنها توجه کنید. مدیریت خواب از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، چرا که غفلت از خواب کافی می تواند شما را در طول روز ناراحت کند و خلق شما را بد کند. با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً تا پایین این ویدیو با ما باشید و چینل ما رو سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. 4 حالت خطرناک هنگام خواب که باید به آنها توجه کنید. مدیریت خواب از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود، چرا که غفلت از خواب کافی میتواند شما را در طول روز ناراحت کند و خلق شما را بد کند. خسته از خواب بیدار شدن بر خلق و خوی شخص تأثیر منفی داشته و تمام روز را کسل و بی‌حال سپری می کند. برخی از افراد نیز نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه و چای را برای رفع خستگی انتخاب می کنند که مصرف بی‌رویه آن هم عوارض بعدی خود را به همراه خواهد داشت. بدخوابی همچنین ممکن است به مرور زمان بر سلامتی شما تأثیر بگذارد و باعث بروز برخی از بیماری های شایع مانند بیماری قلبی، دیابت، چاقی و حتی سکته مغزی شود. بیخوابی مرگ تدریجی انسان. بر اساس تحقیق انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلالات خواب شامل مشکلات در کیفیت، زمان و میزان خواب است که منجر به پریشانی در طول روز و اختلال در عملکرد طبیعی بدن می شود. انواع متعددی از اختلالات خواب وجود دارد که شامل بیخوابی به عنوان شایع‌ترین آنها می شود. علاوه بر این، سایر اختلالات خواب از جمله آپنه انسدادی خواب، نارکولپسی و سندروم پای بیقرار نیز مشکلات دیگری را به همراه دارند. اول، آپنه خواب. اختلال آپنه خواب به معنای توقف یا کاهش تنفس در طول خواب برای مدت کوتاه اما با تعداد زیادی از وقفه ها است. پزشکان معتقدند که آپنه خواب می تواند با بروز یا شدت بیماری های مرتب همچون دیابت وابسته باشد. آزمایشات نشان دادند که آپنه خواب می تواند با خطر ابتلا به دیابت مرتبط باشد و می تواند باعث افزایش سطح قند خون شود. به علاوه آپنه انسدادی خواب با کاهش اکسیژن در سیستم بدنی همراه است و ممکن است در طولانی مدت باعث آسیب قلبی شود. دوم، خوروپف طولانی مدت. خوروپف طولانی مدت ممکن است با بیماری قلبی مرتبط باشد. این اختلال ناشی از نداشتن فضای کافی زبان در پشت گلو، به ویژه در افراد چاق نارسایی قلبی دارند یا به پشت می خوابند. تحریک تنفس توسط برخی مواد شیمیایی در مغز کنترل می شود، اما در برخی از افراد خوروپف کننده این فرایند به مشکل برخورده و باعث کاهش چشمگیر سطح اکسیژن و افزایش کورتیزول، آدرنالین و سایر هورمون ها می شود. این هورمون ها با فشار خون بالا و ناهمهنگی قلب همراه هستند و می توانند منجر به نارسایی قلبی شوند یا آن را تشدید کنند که در نتیجه ممکن است باعث حمله قلبی و حتی مرگ ناگهانی شوند. سوم، سندروم پای بیقرار. سندروم پای بیقرار یا به عبارت ویلیس اکبوم یک اختلال عصبی است که باعث ایجاد کشش غیر قابل کنترل در پاها و شدت بیشتر آن در شب می شود. حرکت پا ممکن است به طور موقت این احساس ناخوشایند را تسکین دهد. گرچه شاید سخت باور شود، اما باید بدانید که بین این سندروم عجیب و بیماری قلبی ارتباط وجود دارد. در این رابطه مطالعات نشان دادند که زنان مبتلا به سندروم پای بیقرار در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی و مرگ ناگهانی هستند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که مردان و زنانی که با این سندروم مبتلا هستند احتمالاً به دیابت نوع 2
چاقی، فشار خون بالا و آپنه خواب مبتلا هستند که همه اینها عوامل خطر بیماری قلبی و حمله قلبی را افزایش می دهند. درمان های موجود برای کنترل این سندروم شامل مصرف داروها می شود، اما بهتر از فرد مبتلا به صورت کامل معاینه شده و علل زمینه مانند بیماری پارکینسون و نارسایی کلیه نیز بررسی شود. چهارم، حمله خواب. حمله خواب یا نارکولپسی یک اختلال خواب عصبی است که بر نحو کنترل خواب و بیداری مغز اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث خواب‌آلودگی شدید در طول روز شود. در افراد بیشتر مبتلا به این اختلال، فشار خون در طول خواب به طور طبیعی کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که تکرار این حالت می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهد. همچنین افراد مبتلا به نارکولپسی اغلب دچار دیابت، افسردگی و چاقی هستند که این حالات نیز به طور مستقل با بیماری قلبی مرتبط هستند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً ویدیوهای ما را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب نمایید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه‌های بعدی ما نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.